چهار روز پس از اعلام نتایج ابتدایی کمیسیون رسیدگی شکایات های انتخاباتی از باطل شدن آرای ده ها محل انتخاباتی خبر می دهد. مقام ها در این کمیسیون اعلام کردند که باطل شدن آرای این محل روی نتایج ابتدایی انتخابات اثر گذار است. از سوی هم کمیسیون رسیدگی شکایات های انتخاباتی می گوید که بررسی بیش از 1700 شکایت تکمیل شده است. این در حالی است که زمان دریافت شکایات های انتخاباتی در مرکز و ولایت های کشور امروز پایان یافت. شرح بیشتر در گزارشی از قاسم رحیمی. در ردیف نامزدان پیروز هست و در رتبه اول قرار داشته است. باطل شدن آرای ده ها محل انتخاباتی، خبر ناخوشایند برای نامزدانی که در فهرست ابتدایی برنده اعلام شدند. کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی میگوید که آرای 461 محل انتخاباتی پس از پایان بررسی ها باطل شناخته شده است. از میان محل های باطل اعلام شده تنها گزارش 62 محل پیش از اعلام نتایج ابتدایی به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است. به نظر می رسد که فرستادن گزارش 399 محل باقی مانده به کمیسیون مستقل انتخابات روی نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه اثرگذار باشد. باطل اعلام شدن آرای محل های انتخاباتی تنها بخشی از کار است. کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی می گوید که بیش از 130 نامزد به اتهام تخطی و تقلب به این کمیسیون معرفی شده اند. احمد ضیارافت عضو و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی می گوید در میان نامزدان متهم نام های افرادی که در نتایج ابتدایی برنده اعلام شده اند نیز شامل است. حاجی نثار احمد فیضی قوریانی نامزد شامل در لیست برنده شدگان ولایت هرات نخست نامزدی است که کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی او را به دلیل تخطی از ردیف نامزدان پیروز حذف کرد. در میان نامزدان برنده نیز نامه‌ای وجود دارد که در فهرستی که از سوی نهادهای امنیتی و کمیسیون محترم مستقل انتخابات در اختیار ما گذاشته شده است متهم به تخطی و تقلب هست. در همین حال آقای رفعت میگوید رسیدگی به 2500 شکایتی که روی نتایج انتخابات اثرگذار است 3 هفته دیگر به پایان میرسد و زمینه برای اعلام نتایج نهایی انتخابات آماده خواهد شد. حداکثر تلاش ما این هست که پس از اعلام نتیجه ابتدای شمارش رای ها تا 3 هفته به همه شکایت ها ما رسیدگی کنیم تا نتیجه برای اعلام شمارش نهایی آماده بشه. تا هنوز بیش از 5000 شکایت در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت شده است. مقام ها در این کمیسیون میگویند که روند بررسی بیش از 1700 شکایت پایان یافته است. این در حال است که روز یکشنبه آخرین مهلت برای دریافت شکایت های انتخاباتی بود. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که پس از این هیچ گونه شکایتی را در مورد انتخابات دریافت نخواهد کرد. اما نامزدانی که فیصله های این کمیسیون را نمیپذیرند 3 روز فرصت دارند تا استناف طلب شوند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید بیش از 80% از مناطق افغانستان زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار گرفته است. دلیل اصلی کندی روند پوشش خدمات مخابراتی در برخی نقاط کشور ناامنی عنوان می شود. مسافر قوقندی گزارش می دهد. تکنولوژی معلوماتی یکی از بخش‌های به سرعت در حال رشد در دهه اخیر است. نظر به آمار وزارت مخابرات، همکنون بیش از 14 میلیون شهروند افغان تنها از سیستم تلفن‌های همراه یا موبایل استفاده می‌کنند. امیرزاده سنگین، سرپرست وزارت مخابرات، می‌گوید هدف این وزارت دستیابی تمام شهروندان افغان به مدرن‌ترین سیستم مخابراتی و معلوماتی جهان است. او می‌گوید که همکنون بیش از 80% خاک افغانستان زیر پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد. آقای سنگین دلیل کندی روند پوشش خدمات مخابراتی را در ساحات باقی مانده عدم امنیت عنوان می کند. متاسفانه در یک تعداد مناطق کشور ما نسبت مشکلات امنیتی ما نتوانستیم که خدمات توصیه بدیم. ما امیدوار هستیم که این مشکلات حل شود و نفوس هموطنان عزیز ما که در این مناطق زندگی میکنند و از خدمات محروم هستند هر چه زودتر خدمات برایشان برسانیم. در همین حال این وزارت برای اولین بار اینستیتوت تکنولوژی معلوماتی را با سیستم بیسیم بخ خدمات اینترنتی وصل ساخت. وزارت مخابرات برای بلند بردن دانش مسلکی دانشجویان این اینستیتوت برای هر دانشجو یک پایل لپتاپ نیز توزیع کرد. دیده اینستیتوت طول ساحه
هم تعمیرات او هم دی باند ساحه طول پو بیسیما توگه سره دی انترنت سره وصل شویده. یعنی دغه لپتاپونه دی دی انستیتیوت پو ساحه که پو هر جای که که پو لیلیه که وی که پو تدریسی که او یا دی باند پو ساحه که ماسیرین کرایشی چه هر گره چه و غری دی خپل لپتاپو چخه انترنت تا وصل شی او دی دغه لپتاپو چخه استفاده وکی. اینستیتوت تکنولوژی معلوماتی 4 سال پیش پس از بازسازی دوباره به فعالیت آغاز کرده که با سویه لسانس دانشجو فارغ می دهد. پیش از اینکه همکارم خبرهایی از جهان را تقدیمتان کند، پیش بینی وضعیت هوای پایتخت و چند شهر مهم دیگر را می بینیم.